اسلام حراسی در کشورهای غربی و خصوصا اروپا رو به رشد است تفکری که هرچند اقدامات تروریستی سنی های تون رو باعث تشدید آن شده به نظر میرسد به مذاق دولت مردان اروپایی هم بد نیامده تا آنجا که روی قوانین تاثیر گذاشته است همکارم علی اکبری گزارش میدهد گزارش سالانه اسلام حراسی در اروپا حاکی از تلاش برای قانونی کردن اسلام ستیزی و اعمال تبعیض علیه مسلمانان در بسیاری از کشورهای اروپایی است این گزارش با عنوان گزارش اروپایی اسلام حراسی 2020 در 886 صفحه از سوی 37 مرکز دانشگاهی از کشورهای مختلف تهیه شده است در این گزارش پدیده ای اسلام حراسی در 31 کشور که عمدتا در قاره اروپا قرار دارند بررسی شده است در گزارش مذکور اقدامات برخی از دولت‌های اروپایی در راستای اعمال تبعیض علیه مسلمانان و تلاش برخی از سیاستمداران راست افراطی برای قانونی کردن اسلام ستیزی گردآوری و تدوین شده است مهمترین اقداماتی که از سوی این گزارش به عنوان تلاش برای قانونی کردن اسلام هراسی در کشورهای اروپایی ذکر شده به این شرح است دولت اتریش یک نقشه دیجیتالی به نام نقشه ملی اسلام تدوین کرده است این نقشه فهرستی از اسامی و آدرس بیش از 620 مسجد انجمن اسلامی و مقامات مسلمان را در خود جای داده است کارشناسان گفتند این نقشه دیجیتال مسلمانان را به عنوان مجرمان احتمالی معرفی می کند. در بلژیک نیز دادگاه قانون اساسی در جویه 2020 حکم ممنوعیت نمادهای سیاسی و مذهبی به ویژه هجاب را در مؤسسات آموزش عالی صادر کرد. از سوی در دانمارک حزب راست افراتی موسوم به حزب مردم دانمارک ترهی را برای ممنوعیت هجاب اسلامی در تمام نهادهای عمومی به پارلمان ارائه کرد. اگرچه این طرح از سوی پارلمان رد شد در فرانسه حزب حاکم لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرده که بر اساس آن استفاده از روسری در اماکن عمومی برای دختران زیر 18 سال ممنوع شده است در آلمان یک قاضی ترکتبار به دلیل پوشیدن روسری در جریان محاکمه از سمت خود برکنار شد وزیر آموزش و پرورش سوئد نیز از ممنوعیت ساخت مدارس دینی در این کشور خبر داد و بالاخره در هلند گرت ویلدرز نماینده راست افراطی و رهبر حزب آزادی چندین بار تلاش کرده است تا هجاب را ممنوع کند اینها تنها نمونه های مهم از اقدامات حکومتی است که میتوان آنها را اسلام ستیزی حکومتی نامید چرا که حکومتها با این اقدامات خود افراد گرایان ضد اسلام را دل جرأت بیشتری می بخشند.